به نام خدا میترا رستمی هستم، عضو بنیاد خیریه اطفال بدون مرز. امروز طبق روال همیشگی برنامه تیم سی دبلیو پی یک جا با هم آمدیم زیر یک سقف تا ماشه که از سوی اسپانسرهای این فامیلا برایشان در نظر گرفته شده را تسلیم نماییم. البته ماش ماه اگست و همچنان قسمی که میدانید موضوع دیگر که بیشتر این فامیل ها را رنج میده بسته بودن مکاتب دخترانه است که برای همه دانش آموزان دختر دردی است که تحمل آن غیر ممکن است و با این حال بیشتر از خودشان در مورد این وضعیت میپرسیم که گفتنیشان بر این بنیاد و اسپانسرهایشان چیست. دوستای عزیز، قسمی که شما میبینید من در کنار مرسل جان هستم که صنف 11 مکتب است، ولی بعد از اینکه تحول در افغانستان آمد یک سال از مکتبش مانده که صنف 12 را تمام کنه، ولی حال به خاطر که مکاتب دخترانه بسته است و نمیتونه به مکتب بره، میخوایم ازشان بپرسم که چه احساسی دارن و چی گفتنی به ما دارن. بسم الله الرحمن الرحیم، من مرسل هستم. مرسل که 11 سال مکتب خواندیم و 11 سال مکتبم فعلا در سر آرزوهایم خاک ریخته شده و در روند فعلی که ما افغانستان زندگی میکنیم مکتب رفته نمیتونیم، مکتبها بسته شدن، ما آرمانایی که داشتیم خلاصه سرشون خاک ریخته شده. و تشکر از اسپانسرم، تشکر از تیم سی دبلیو بی که ما را در این شرایط سخت افغانستان کمک میکنن و ما با روزای این روز هستم که پس مکتبها زنگی زده شد، ما با مو جوش خروشی که مکتب میرفتیم فعلا باز بریم و درسای خود اطمینان برسانم، پنتون بخوانم، یک چیز شوم و به جامعه افغانستان همکاری بکنم. دوستای عزیز، من در کنار یکی از مادرهایی هستم که در قدر وقت سختی کشید به خاطر تحصیل سه فرزندش، اما بعد از اینکه تحول در افغانستان آمد حالا نمیتونه یک اولادشان به مکتب بره. میخوایم از خودشان بپرسم چه احساس داره در قدر وقتی که سختی کشیده اما فعلا هیچ اولادش طرف مکتب رفته نمیتونه و دروازهای مکتب برای دخترانش بسته. مادر سه اولاد هستم، مادر رنجیده هستم که فعلا سه اولاد من پیش روی چشمم، بخصوص دو دخترم از مکتب مانده در این شرایط فعلی افغانستان. من تشکر میکنم از سی دبلیو پی که ما را کمک کرده، با وجود که ما را کمک کرده دخترای مکتب نمیره، بسیار یک رنج کلان است. من یک امید داشتم که دخترم بی بی زلیجه و خدیجه دکتر شوند، واقعا به زندگی من یک نورق خوب بده، اما متاسفانه که در افغانستان فعلا هیچ مکتب برای دخترها بسته است. باز هم تشکر میکنم از سی دبلیو پی که بر ما کمک میکنه. دوستای عزیز، باز هم در کنار یکی از فامیل هایی هستم که آقای عزت الله نام دارن و اینقدر مدت میشه که اونا نامدن و فعلا خانمشان در کنارم هستن. میخوایم از اینا بپرسم که چی مشکل با آقای عزت الله پیش آمده که در اینقدر مدت نتوانستن به این برنامه بیاین و چی مشکل با اونا پیش آمده و چی گفتنی با ما دارن. سلام، خانم عزت الله هستم. آتش سوزی که در خانه ما رخ داده بود با عزت الله دیگه کش میده شده بود، عملیات کرد، حال شکر الحمدلله خوب است. تشکری میکنم از سی دبلیو پی.